منوچهر نوذری از جمله هنرمندانی است که نسل‌های مختلف با اون خاطره دارن و در رادیو و تلویزیون برنامه‌هاشو دنبال کردن و نسل‌های جوان‌تر حتی اگه چیزی از این هنرمند ندیده باشن اما به دلیل محبوبیت بی‌اندازش با اون آشنایند. بله. شنل اوتلو پوشیده با نخل زیتون نرون. منوچهر نوذری متولد دهم اردیبهشت 1315 در قزوین دوبلور، بازیگر، مجری و کارگردان ایرانی بود. اون اصالتاً اهل کاشان بود و تا مقطع دیپلم درس خوند. نوذری فعالیت خودش را از سال 32 وقتی 17 ساله بود به عنوان دوبلور از رادیو شروع کرد. اون 6 سال بعد به عنوان دستیار فنی فعالیت خودش را در سینما آغاز کرد. در سال 41 بعد از چندین سال فعالیت در پشت صحنه به عنوان بازیگر با فیلم لاله آتشین به کارگردانی برادرش محمود نوذری به صورت جدی وارد بازیگری شد و تا قبل از انقلاب در بیش از 10 فیلم ایفای نقش کرد. بعد از چندین تجربه در سال 50 وقتی 35 ساله بود اولین فیلم خودش به نام ایوالله رو کارگردانی کرد و تا انقلاب 57 3 فیلم دیگه به نام های خیلی هم ممنون در سال 51، خیالاتی سال 52 و الو من گربه هستم در سال 53 رو ساخت. نوذری بعد از انقلاب و بعد از یک دهه ممنوعیت به عنوان مدیر دوبلاژ به عرصه هنری برگشت. و از دهه 70 با مجریگری برنامه‌هایی مثل مسابقه هفته و تهران ساعت 20 بسیار درخشید. در سال 82 با سریال کوچه عقاقی به کارگردانی رضا عطاران نقش به یادماندنی بازی کرد و در برنامه رادیویی صبح جمعه با شما علاوه بر اجرای بخش نمایش کارگردانی اون رو هم بر عهده داشت. اون همچنین مدتی مجری برنامه صندلی داغ هم بود. منوچهر نوذری خودش میگفت که اولین کسی بوده که در تلویزیون ایران مقابل دوربین رفته و به بینندگان گفته جعبه‌ای که تصویر من رو داخلش میبینید نامش تلویزیون است. منوچهر نوذری با همسرش زندگی موفقیت آمیزی داشت. اونها صاحب 2 فرزند، 1 پسر به نام ایرج و 1 دختر به نام نازنین شدند. ایرج راه پدر رو در عرصه بازیگری و اجرا رفت و نازنین دکترای زبان اسپانیایی داره و نویسنده چندین جلد کتابه. مرحوم منوچهر نوذری علاقه زیادی به تاریخ تلویزیون داشت، به طوری که از دستگاه‌ها و ابزارهایی که در طول تاریخ وجود داشت آرشیوی رو برای خودش نگهداری می‌کرد. اون در مصاحبه‌ای که در سال 81 زنده از تلویزیون پخش می‌شد، در جواب مجری که از اون پرسید بزرگترین دستاورد هنری شما چی بود؟ گفت خانم فائقه آتشین که باعث شوکه شدن مجری شد و بلافاصله بحث و تغییر داد. استاد نوذری سرانجام بعد از جنگ طولانی با بیماری های از جمله عفونت کلیه، ریه ها و مشکلات قلبی در روز چهارشنبه 16 آذر سال 84 در 69 سالگی درگذشت و جامعه هنری را داغدار کرد. او معمولاً این شعر رو در پایان برنامه‌های صبح جمعه با شما می‌خوند و بر روی سنگ مزارش هم همین شعر حک شده. ز حق توفیق خدمت خواستم دل گفت پنهانی، چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. فراموش نکنین ویدیو رو لایک و کانال منو سابسکرایب کنین.